درود به تمام دوستان. میخوام در این قسمت شما رو با 13 حقیقت عجیب، جالب و ترسناک درباره معمر محمد قذافی و دولتش آشنا کنم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. شماره 1. هیچ کس نمیدونه معمر محمد قذافی در چه روز و چه سالی به دنیا آمده. فقط گفته شده او در اوایل دهه سال 1940 میلادی به دنیا اومده. البته گفته شده او در روز هفتم ژوئن سال 1942 به دنیا اومده. قذافی در یک روستا و یک خانواده بسیار فقیر به دنیا اومد و در دوران جوانی چوپانی بز و شترهای روستا رو بر عهده داشت. شماره 3. در زمان مرگش او ثروتمندترین مرد دنیا بود. ثروتی بالغ بر 200 میلیارد دلار. شماره 4. قذافی یه جورایی تو کف کاندالیزا رایس بود. او حتی به معروفترین آهنگساز لیبی دستور ساخت یک آهنگ درباره کاندالیزا رایس رو داد. آهنگی به نام گل سیاه در کاخ سفید. گفته شده او حتی یک آلبوم پر از عکسای کاندالیزا رایس رو داشته. شماره 5. گفته شده یکی از دلایل اصلی حمله به لیبی این بود که قذافی سعی در به وجود آوردن یک واحد پولی مشترک برای تمام کشورهای آفریقایی بود و کشورهای قدرتمند از چنین اتفاقی هراس داشتند و برای همین قذافی رو از سر راه برداشتن. نظر شما چیه؟ لطفا کامنت بدید. شماره 6. نام بادیگاردهای اصلی قذافی راهبه‌های انقلابی بودند که شامل 40 زن بودند. این 40 زن باید باکره می بودند و خود قذافی مسئول انتخاب تک تک اونا بود. شماره 7. قذافی و نلسون ماندلا دوستای قدیمی بودند. شماره 8. در هنگام تظاهرات قذافی به سربازانش دستور شلیک به معترضین رو میداد و اگر سربازی از دستورهای او سرپیچی میکرد، قذافی اون سرباز رو زنده زنده به آتش میکشید. شماره 9. دولت قذافی بدون کمک هیچ کشوری و بدون گرفتن هیچ وامی موفق به ساخت طرح رود بزرگ دستساز یا Great Man-Made River شد. این یک پروژه شبکه‌ای از لوله‌های عظیم آبه که سفره‌های بزرگ آب زیرزمینی لیبی رو به مناطق مختلف این کشور وصل می‌کنه. طول لوله‌های این شبکه به 2820 کیلومتر میرسه و اونا از بیش از 1300 چاه آب که بیشترشون بیش از 500 متر عمق دارن رد میشن. شماره 10. در زمان حکومت قذافی مردم لیبی بالاترین درآمد سرانه رو در بین تمام کشورهای آفریقایی داشتند. شماره 11. این هتل 5 ستاره در سودان به تخم مرغ قذافی معروفه، زیرا دولت او هزینه 80 میلیون یورویی این هتل رو پرداخت کرد. شماره 12. در زمان حکومت قذافی هیچ شهروندی پول برق نمیداد. به زوجهایی که تازه عروسی کردن 50,000 دلار میداد تا زندگیشون رو شروع کنند. در هنگام خرید یک خودرو دولت نصف پول ماشین رو پرداخت میکرد. اگر کسی تصمیم داشت کار کشاورزی رو شروع کنه، دولت قذافی به او یک تکه زمین، یک خونه، ماشینالات کشاورزی و کلی چیز دیگر رو رایگان میداد تا کارش رو راحت شروع کنه. اگر فردی بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه نمیتونست کار پیدا کنه، تا زمان پیدا کردن کارش دولت حقوق او رو پرداخت میکرد. و شماره 13. تا
تا قبل از سقوط سرهنگ قذافی هیچ کس نمیدونست که در زیر زمین محل زندگی او که یک مدعی اسلام و انقلابی ضد غرب بود و تمام وقت علیه دشمنان اسلام حرف میزد چه میگذشت. حتی بدبینترین ذهنها هم نمیتونست تصور کنند که در زیر زمین خونه او چه میگذره. در بدترین حالت وقتی تصاویر محافظین سرهنگ پخش میشد عده‌ای میگفتن سرهنگ با محافظین پرتعداد و زیبارویش همبستر میشه. اما ماجرا بسیار سیاه‌تر و ترسناکتر بود. در واقع این بادیگاردها پوششی بودند بر شبکه‌ای مخوف و وحشتناک برای فراهم کردن دخترهای کم سن و سال و باکره جهت سرگرمی سرهنگ. و این کارم ساده بود. فقط کافی بود سرهنگ بر سر دختری دست بکشه و کار تموم بود. این علامت توافقی بین سرهنگ و محافظین بود. در مرحله بعدی محافظین وارد عمل می شدن و به خانواده دختران می گفتن که سرهنگ برای مراسمی از دخترتون دعوت کرده. دختران طفلی هم که به خاطر نوازش شدن توسط فرمانده کل در پوست خود نمی گنجیدن بدون اون که بدونن چه سرنوشت شومی در انتظارشونه دعوت رو قبول می کردن. سپس دختران بهترین لباساشون رو برای دیدار با فرمانده کل می پوشیدن و همراه بادیگاردها به خانه او می رفتن. دختران بیچاره وقتی به خونه او می رسیدن با ذوق و شوق فراوان برای دیدار با فرمانده کل لحظه شماری می کردن. دختران از همه جا بی خبر با لباسی زیبا و لبانی سرخ به اتاق سرهنگ فرستاده می شدن. بیچاره خبر نداشتن که رهبر پرآوازه و مسلمون کشورشون بدون هیچ لباسی و با لیوان شرابی به دست در حال دیدن فیلم پورن و شنیدن صدای خواننده مصری منتظرشونه. هیچ وقت مشخص نشد که قذافی در طول سالهای حکومتش بر سر چند دختر دست کشیده. در طول این سالها چه دختران قربانی و چه خانواده هاشون هیچگاه از ترس بی آبرویی بین مردم و ترس از دیکتاتور صداشون در نیامد. خوب بدونید تمام این اتفاقات از زبان سوریا دختر لیبیاییه که بعد از سقوط قذافی حاضر شد خاطراتش رو در مصاحبه‌ای فاش کنه. خاطرات او در کتابی با عنوان هرمسرای قذافی منتشر شده. خب اینم 13 حقیقت جالب، ترسناک و عجیب درباره قذافی و دولتش بود. از این 13 حقیقت به نظر شما کدومش از همه وحشتناکتر و یا عجیبتر بود؟ لطفا کامنت بدید. لایک کردن ویدیو هم یادتون نره و اگر هنوز عضو کانال نشدید فقط کافیه روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و این زنگوله رو هم بزنید. و در آخر و مثل همیشه زنده باد انسانیت.